اشکال رژیم رو به پایان و دولت این رژیم که در ماهای پایانی عمر خودش هست این بود که خودشون خیلی آشنا به سیاست بین الملل نبودند و تقریبا مجری دیکتهای تونروهای داخلی و رژیم صهیونیستی بودند و یه نکته ای من اینجا بگم شاید برای مردم حائز توجه باشه شما به نوتخای این آدم نگاه کنید که در مجامع بین المللی ایراد می کرد نسبت به ایران همون جملات و تعبیرات و لغاتی به کار می برد که رژیم صهیونیستی به کار می بره. کاملا آدم وقتی این نطق رو می دید می کی براش نوشته و همه مشکلاتش هم از اینجا نشأت گرفت که اینها نتونستند بر مبنای مساله و منافع مردم آمریکا و بر مبنای مساله و منافع جهان تصمیم گیری بکنن علت این که در انتخابات اینها عقب افتادند و رقیب اونها جلو افتاد دو عامل مهم بود یکی ناتوانی اونها در موضوع کرونا و کووید 19 مردم کشور خودشون رو نابود کردند به خاطر اینکه شروع کردند به دست انداختن به جای اینکه بیان برنامه ریزی کنند برای مبارزه با این ویروس شروع کردند دست انداختن که اصلا خبری نیست اصلا چیزی نیست اصلا مسئله ای نیست و این همه کشتار در مردم آمریکا درست کردن رو بیتوجهیشون این یک مسئله مسئله دوم به هم ریختن مناسبات و روابط با جهان بحث ایران نبود اینا روابط با همکاران دوستشون و سنتیشون تو اروپا هم به هم ریخته بودن با چین هم به هم ریخته بودن هر روز هر روز صبح که پا می شدن میدیدن یه گوشه از روابطشون با دنیا به هم ریخته است که میتونست برای مردم بسیار آزار دهنده باشه و مسئله سوم تحقیر آمریکا در سیاست خارجی بود آمریکا یا هیچ وقت در تاریخ روابط بین الملل این چنین در سازمان ملل و در شورای امنیت سازمان ملل مفتزه نشده بودند اینکه در سازمان ملل بیان طرحی را ارائه بکنن و فقط خودشون و یک جزیره کوچولو به اونها رأی بده این در تاریخ آمریکا سابقه نداره بیان طرحی رو در شورای امنیت مطرح کنن و هیچ کس اعتنا نکنه هیچ کشوری اعتنا نکنه خب تغییر بزرگی بود برای مردم آمریکا و به این دلیل مردم تصمیم به تغییر گرفتن